دوستان، مهتم هستم. با یک ویدیوی آموزشی دیگه در خدمت دوستان گلم هستم. تو این ویدیو قصد دارم بهتون در مورد انتخاب یک گیتار مناسب و تفاوت بین گیتارها بهتون توضیح بدم که عزیزایی که دوست دارن یک گیتار نخریدن و میخوان یه ساز تهیه کنن یا بخواست سازشون رو عوض کنن، حتما این اطلاعات به کارشون میاد. چرا تفاوت بین مدل‌های مختلف گیتار و قیمت‌های مختلفی داره؟ من که همه‌شون چوب نیست، تفاوت‌ها چیه؟ تفاوت دقیقاً در نوع چوبی که استفاده میشه تو ساز گیتار. جنس چوب خیلی مهمه، چون تو تولید صدا خیلی تأثیر داره. خیلی از دوستان فکر میکنن که روی گیتار مبتدی اگه یک دستسیم خیلی خوب بندازم و نصب کنم روش، صدای گیتارم خیلی محشر و معرکه میشه، در حالی که همچین چیزی نیست. صدای گیتار شما بسته به چوب و متریالی که داره اون صدادهی تولید میشه. در مورد گیتار مبتدی معمولا از چوب های لامینت استفاده میشه. چوب های لامینت چوب های هستن که میشه به عنوان نئوپان یا سلایه یا همچین فرمی که سنتی ها یا اونایی که با چوب سرکار دارن به این اسم میشناسن. این چوب ها از خرد چوب هایی تهیه میشه که تحت فشار و دما یا حالا شرایط تولیدش این چوب ها به دست میاد که بهشون میگن چوب های لامینت. و چوب های لامینت هم داره کیفیت های متفاوتی هستن بسته به نوع چوبی که پرس شده. چوب های لامینت هم دسته بندی میشن. گیتارهای خوب، گیتارهایی که از معروف ترین مارک های دنیا هستن و گیتارهایی که خیلی رد بالا هستن، از چوب های به نام چوب های سولاید یا چوب های یک پارچه یا یک تکه یا هر عبارت دیگه ای استفاده میشه که مشخصه که این چوب یک تکه بوده و یک حالا یک تنه درختی یا حالا بستگی به فرم چوبش داره، از اون رو برش دادن و به صورت حالا فرم گیتار یا صفحه رویش و صفحه های پشتی و صفحه جانبیش اون رو پرداخت کردن و به اون فرم در آوردن. پس عبارتی که ما میدونیم سولاید هستش. سولاید یعنی چوب یک پارچه. پس گیتارهایی که سولاید هستن و چوب یک پارچه‌ای دارن معمولا گیتارهای خوبی هستن و همین سولایدها هم درجه بندی دارن که سولاید کدوم چوب باشه. این خیلی مهمه که معمولا گیتارها باهاشون لحاظ میشه، اسم نوع چوبی که سولایت هستش رو باهاش یا همراه یه تیکت یا با یک بالا کاتالوگ، کمتر کاتالوگ ولی معمولا تیکت نصب میشه روی گیتار که صفحه روی گیتار مشخص میشه. معمولا چوب های سولاید در گیتار کلاسیک از چوب های صدر قرمز و چوب های سنوبر استفاده میشه، معمولا برای صفحه رویی از این چوب ها استفاده میشه. یک نمونه از چوب هایی که روی گیتار خیلی خوبه برای بک و ساید گیتار چوب روزوود هستش که این چوب روزوود هم درجه های مختلف داره و بهترین اون چوب روزوود برزیلی هستش که بعد از اون چوب روزوود
هندی هستش. بافت این چوب هم بافت تیره ای داره و مقاومت خوبی هم داره این چوب از لحاظ سختی. و در مورد دسته گیتار، فرتبورد گیتار، دسته گیتار و فرتبورد معلیه که پشت سیم هاست دقیقا، و این دسته گیتار و این صفحه که سیم ها روش فرود میان یا انگشت ما روش میمونه بهش میگن فرتبورد، که یه چوب تیره داره که معمولا این چوب هم تو گیتار ها معمولا تو بیشتر گیتار ها روزبود هستش. باز همین روزبود کیفیت مختلف داره و در گیتارهای رده های بالا از چوب آبنوس استفاده میکنن توی دسته گیتار که چوب خیلی مقاومی هستش و باعث میشه که دسته گیتار تا مرور زمان تاب بر نداره، که این چوب اون هم باز جزء یک مزیت خیلی خوبه و قیمت روی قیمت ساز تاثیر میذاره. و نکته های بعدی در مورد ماشین هدای گیتار و هدلاک های گیتار، این قسمتی که سیم های گیتار روش نصب میشه که بهش پیچ هایی داره که باعث میشه کوب کنیم گیتار رو، بهش میگن ماشین هد گیتار، که از جنس های مختلف هستش که معمولا نیکل هستش یا حالا جنس های دیگه، آلیاژ های دیگه استفاده میشه، که اون هم با کمپانی های مختلف، برند های مختلف هستش که روی ماندگاری کوک گیتار خیلی تاثیر داره. و در مورد این قسمت گیتار که یک وسیله سفید رنگی هست، اگه دقت کنید که سیم ها روش نگهداری میشه که اصطلاحا میگن شیطانک، و حالا انگلیسی میشه سدل، و سدل بالا که معمولا این جنس استخوان مصنوعی هستش، حالا پلاستیک یا هم استخوان مصنوعی خیلی بهتر صدای بهتری میده، و همین این همینه که همین جنس پایین هم هستش که باز به این میگن سدل، که اون هم از جنس استخوان مصنوعی یا پلاستیک هستش. در مورد خرک گیتار، که این قسمتی که سیم ها روی اون متصل میشه و اون روی بدنه گیتار فیکس شده، معمولا چوب روزبود استفاده میشه. البته برند هایی هستن که برند های خیلی پایین، رده پایین هستن، که حتی این چوب هم روزبود نیست و اصلا شرایط مناسبی نداره. به این چوب حتما دقت کنین که روزبود باشه، چون بعد اگه بخواین پیکاپ روی گیتارتون نصب کنین، این چوب بهتون کمک میکنه که بتونین اون رو تراش بدین، چون چوبهای دیگری باشه میشکن. و این روزبود هم باز مقاومت خوبی داره نسبت به اگه چوبهای دیگه ای باشه، حالا شاید آبنوس باشه که معمولا توی گیتارهای کلاس بالا استفاده میشه. نوع ساختار گیتار هم خیلی تاثیر داره، ولی خب چوبایی که من بهتون گفتم معمولا چوبای خوبی هستن که باعث میشه که سازتون ماندگاری بالا داشته باشه، و این چوب باعث میشه که هرچی مرور زمان بگذره چوبای یک پارچه باعث کیفیت صدای بهتری میده با مرور زمان، ولی لمینیت هایش تغییر تو صداشون ایجاد نمیشه. و اگه یه جدیدی یه گیتار قدمت بالای رده پایین بود و میگفتن که اصل و فلان و اینجوری، اصلا همچین چیزی نیست. گیتار رده پایین اگه خوب نگهداری نشه دستشون تاب برمیداره و اون گیتار دیگه اصلا ارزش خرید نداره. پس من خودم ساز نو رو ترجیح میدم، مگه اینکه اون ساز ارزش داشته باشه یا نگهداری خوب شده باشه. برند هایی هستن که شاید قیمت خیلی بالایی هم دارم، ولی که اصلا کیفیت صدایی مناسبی ندارم. من خودم چند تا از برند ها رو که ساعت و سولایت هم بوده استفاده کردم و راضی نبودم، اون صدایی که میخواستم و اون روانی دستی که میخواستم اون نداشت، و شاید با دو سه مدل پایین ترش هم هیچ فرقی نداشت. زیاد به این توجه نکنید، فکر نکنید که هر شماره ای روی گیتار هست مثلا یه مدل های خاصی شماره های بالاتری دارن پس یعنی این گیتار بهتره، نه همچی چیزی نیست.
ولی شما میتونیم به راحتی برندهای مختلف رو حداقل چوبهاشون رو تو اینترنت سرچ کنین که چه چوبی دارن با چه چوب پول میدن و یک پارچه بودن این چوب خیلی مهمه. چوب روز بود چوب خوبی هستش، دست آبنوس اگه باشه عالیه که تاب کمتری برده اصلا تاب بر نمیداره و شاید اگه ضربه هم باره. گیتار ساز غربی هستش، کمپانی هایی که سازنده گیتار هستن چندین ساله و کلن حالا از به خاطر محدودیت های قیمتی گیتار چینی یا هر برند هایی هستن که توسط چین تولید میشن، ولی مطمئنن از لحاظ کنترل کیفیتی که میشن سازها مناسبترن یا حداقل استانداردتر هست و از نمایندگی هاشون بخرین که همون گیتار ها هم فیک نباشن و شما پول علیکی بابت یه گیتار فیک ندید. اولا توی کشور ما گیتار اندونزی هستن و گیتار های چینی، حالا برند های اسپانیایی هم هستن که البته بسته به قیمتشون خیلی بالاست الان، ولی هستن، ولی خب معمولا ما تو خرید گیتار زیاد گزینه نداریم و محدود هستش اگه میخواین گیتار حرفه ای بخرید. و برای گیتار های معمولی شما میتونین همین برند هایی که هستن رو استفاده کنید. امیدوارم که این توضیحاتی که در مورد ساز دادم تو انتخاب ساز بهتون کمک کنه و بتونین حداقل با اطلاعات ساز بخرین یا از فروشنده بپرسین که این چه نوع چوبی داره. وقتی شما همچین حرفی میزنین فروشنده متوجه میشه که شما سررشته ای دارین و سعی میکنه که جنس خوب بهتون بده، ولی اگه شما بدون اطلاعات وارد زمینه بشین امکان داره که حالا اون چیزی که میخواین به دستتون نرسه. پس در مورد چوب سوال کنین اگه نمیدونست که لامینت، بعضی از فروشنده‌ها فقط میگن چوب و هیچ اطلاعاتی ندارن در مورد. شما اگه اطلاعات هم نداشت در مورد اون مدل گیتار تحقیق کنین و اگه میتونین سرچ کنین و صدای اون ساز رو گوش بدین حتما بهتون کمک میکنه. البته صدا امکان داره برای میکروفون خیلی خوب گرفته شده باشه، ولی خب باز میتونین اون جنس صدا رو تا حدودی لمس کنین. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. سرآخر باز تشکر میکنم از کانال شناسنامه ترانه ها و توصیه میکنم دوستای عزیزم حتما کانال رو دنبال کنن، سابسکرایب کنن و سوالی اگه در مورد این جلسه و این ویدیو داشتن بر ما حتما کامنت کنن که حتما بهتون پاسخ میدیم. خیلی ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.